در این فصل میخوام در مورد مباحث تئوری پروتکل مسیریابی EIGRP صحبت کنم و در فصل بعد پیاده سازی اون رو به شما نشون بدم. در بعد ورود به این بحث میخوام یه بار دیگه جایگاه پروتکل مسیریابی EIGRP رو در بین پروتکل های مسیریابی IGP مرور کنیم و بعد با توجه به اینکه پروتکل EIGRP پروتکل با بیس دیستنس وکتوریه که اون رو توی پروتکل مسیریابی ریپ در موردش صحبت کردیم و جزئیاتش رو بررسی کردیم، یه بار دیگه میایم سریع مباحثی که توی دیستنس وکتور وجود داره مرور میکنیم و بعد وارد مباحثی میشیم که پروتکل مسیریابی EIGRP رو نسبت به پروتکل مسیریابی ریپ متمایز میکنه. و البته این رو هم بگم که پروتکل مسیریابی EIGRP فی الواقع بهترین پروتکل مسیریابیه و از نظر زمان همگرایی بهترین زمان همگرایی رو داره و در مقابل اصلا پیچیدگی پروتکل مسیریابی OSPF رو هم نداره. اما از اونجایی که این پروتکل در سال 2013 استاندارد نبود، عملا تو هیچ وندوری قابل استفاده نبود غیر از سیسکو. از 2013 به بعد هم تا این لحظه که 2016 هست هنوز وندوری من مشاهده نکردم که پروتکل EIGRP رو به صورت گسترده مورد استفاده قرار داده باشه، یعنی اون رو توی تجهیزاتش به کار گرفته باشه و ازش استفاده بشه. خب میدونید که اولین پروتکل مسیریابی ریپ ورژن 1 و نسخه سیسکوی IGRP بوده که تا قبل از 1990 مورد استفاده قرار می گرفت. از اون موقع به بعد سه تا پروتکل مسیریابی ریپ ورژن 2، OSPF و EIGRP توسعه داده شد. ریپ ورژن 2 نسخه جدید ریپ بود که میدونید مهمترین تفاوتش این بود که ماسک رو هم منتقل میکرد و آپدیتاشو به جای اینکه روی برودکست بفرسته روی مالتیکست میفرستاد. OSPF به عنوان یک پروتکل لینک استیتی در مقابل ریپ که پروتکل دیستنس وکتوری بود معرفی شد و EIGRP پروتکلی که یک کمی دیرتر سیسکو اون رو دیولپ کرد برای اینکه بیاد پروتکل بهینه‌ای داشته باشه که هم زمان همگرایی سریع مثل OSPF داشته باشه، هم سادگی ریپ ورژن 2 داشته باشه، هم پیچیدگی OSPF نداشته باشه و همه مزایا رو در کنار هم جمع کنه و اون رو پروتکل EIGRP نامگذاری کرد یا همون EIGRP اکستند شده. این پروتکل بیس دیستنس وکتوری داره و بنابراین ما هم مفاهیمی که در مورد ریپ صحبت کردیم عمدتا توی پروتکل EIGRP هم صادره. اما این پروتکل از اونجایی که سیسکویه و تا 2013 تا سال 2013 برای استاندارد شدن ارائه نشد، کاربردش فقط محدود شد به تجهیزات سیسکو و تو وندورهای دیگه شما اون رو مشاهده نمی کردید. از 2013 به این ور خب بالاخره زمان میبره تا همه وندورها تا اولا استاندارد بشه و بعد همه وندورها اون رو توی تجهیزات خودشون پیاده سازی بکنن. بنابراین ما تا این لحظه میبینیم که خیلی پروتکل EIGRP به صورت گسترده توی وندورهای دیگه مورد استفاده قرار نگرفته. و بعد نسل سوم روتینگ پروتکل ها که نسل IP ورژن 6 هست توسعه داده شد. EIGRP برای IPv6، OSPF برای IPv6 که اسمش هست OSPF ورژن 3 و ریپ برای IPv6 که اسمش از ریپ NG یا ریپ Next Generation. بنابراین شما الان میدونید که در مورد پروتکل EIGRP میخوایم صحبت کنیم که جز دست پروتکل های IPv4 محسوب میشه و بهترین پروتکل بیس دیستنس وکتوری داره و اگر بخوایم با پروتکل ریپ مقایسه بکنیم که متریکش بر اساس تعداد هاپ هاست و پهنای باند رو در نظر نمیگیره، مثلا اگه این وب پهنای باند 64 داشته باشه و این وب پهنای باند 1.5 مگ پهنای باند 64 کیلو رو انتخاب میکنه، پروتکل EIGRP
پهنای باند و دیلی مد نظرش خواهد بود که تو همین فصل در مورد چگونگی محاسبه متریک در پروتکل ERP حتما صحبت خواهیم کرد. مطمئنا پروتکل ERP مسیر پایین رو انتخاب خواهد کرد که پهنای باند بهتری نسبت به مسیر بالا دارد. خب همونجور که گفتم پروتکل ERP دیستنس وکتوریه. در مورد دیستنس وکتور تو پروتکل مسیریابی ریپ مفصل صحبت کردیم. بنابراین من انتظار دارم مباحثی که الان میگم رو شما بدونید. فقط داریم با هم مرور میکنیم برای اینکه یه یادآوری بشه و بعد مباحث جدید ERP رو بهش بپردازیم. توی دیستنس وکتور هر روتر مسیرهایی که بلد بود و به همسایه‌هاش یاد میداد و به این ترتیب روتر R1 یاد میگرفت که برای سابنت X از طریق 3 تا همسایه مسیر بلده که یکیش با متریک 4، یکیش با متریک 3 و یکیش با متریک 2 که البته متریک‌ها هم تعداد روترهای مسیر رو نشون میدادن و بنابراین روتر R1 اون مسیری که کمترین متریک رو داره، یعنی از سمت روتر R7 رو تو جدول مسیریابی قرار میده و مینویسه که تو جدول مسیریابیش اگر میخوای به سابنت X برسی اینترفیس خروجیت این اینترفیسه و آدرس روتر بعدی روتر R7 و متریکت هم متریک 2. اینا توی جدول مسیریابی ذخیره میشه که بر اساس اون داره فورواردینگ ترافیک های IP انجام میگیره. خب اینجا دیتابیس، اینجا در حقیقت شمای گرافیکی و دیتابیس پروتکل مسیریابی ریپ رو داره نشون میده که روتر R1 بدون اینکه از توپولوژی اون ور روتر همسایه خبر داشته باشه، اصلا هیچ خبری نداره برخلاف پروتکل OSPF، فقط میدونه که سابنت X از طریق 3 تا همسایه R2، R5 و R7 با متریکای 4 و 3 و 2 قابل دسترسه، ولی چجوری قابل دسترسه اصلا چیزی نمیدونه پروتکل مسیریابیه. دیگه وقتی توی از پروتکل دیستنس وکتور استفاده میکنیم، توی پروتکل دیستنس وکتور روترها کل جدول مسیریابیشون رو به صورت پریودیک که پیش‌فرض توی پروتکل ریپ 30 ثانیه هست به روترهای همسایه ادورتایز میکنن، یعنی کل جدول مسیریابی، این کل جدول مسیریابیش رو هر 30 ثانیه میده به این همسایه، این کل جدول مسیریابیش رو هر 30 ثانیه میده به این همسایه، البته با رعایت قانون اسپلیت هوریزون، که قانون اسپلیت هوریزون این بود که اگر میخوای جدول مسیریابی تو به روتر همسایه ادورتایز کنی، هر مسیر رو روی بهترین اینترفیسش ادورتایز نکن. مثلا این مسیر رو چون اینترفیس خروجیش گیگ 00 رو گیگ 00 ادورتایز نکن. میتونی روی گیگ 01 ادورتایز کنی، میتونی روی سریال 01 ادورتایز کنی. این مسیر چون اینترفیس خروجیش گیگ 01 رو گیگ 01 ادورتایز نکن، ولی میتونی روی گیگ 00 و یا سریال 01 ادورتایز کنی. و این دو تا مسیر که خروجیشون سریال 01 نباید روی سریال 01 ادورتایز شه و فقط میتونه روی این دو تا اینترفیس گیگ 00 و گیگ 01 ادورتایز شه. برای همین میبینید که روتر R2 از بین 4 مسیری که تو جدول مسیریابیش داره فقط دو تا از این مسیرها رو داره هر 30 ثانیه یه بار ادورتایز میکنه و این روتر R1 هم تو جدول مسیریابیش 4 تا مسیر داره ولی 3 تاش اینترفیس خروجیش سریال صفره، روی این اینترفیس آپدیت هاش ارسال نمیشه و صرفا فقط یکی از این مسیرها هر 30 ثانیه بار روی اینترفیس سریال 00 داره ارسال میشه. خب اینجا قانون اسپلیت هوریزون رو مجددا تاکید کرده، گفته که اینجا میبینید که این ستا که کم رنگ کرده اینترفیس خروجیشون سریال 00 روی این اینترفیس ادورتایز نمیشه، اما یه دونه آخر که روی گیگ 00 اینترفیس خروجیش رو سریال 00 ادورتایز میشه با متریک 1 و این پروسه هر 30 ثانیه یه بار اتفاق میفته. یه بحث دیگه هم که توی دیستنس وکتور مطرح کرده بودیم بحث روت پویزنینگه. روت پویزنینگ این بود که وقتی تغییری در توپولوژی شبکه اتفاق میفته بلا فاصله ادورتایز میشه، یعنی در حقیقت وقتی مسیر، بهتر اینجوری بگم، وقتی مسیری فیل میشه توی یه روتر،
مثلا اینترفیسش دان میشه و تمام مسیرهایی که از طریق اون اینترفیس توی جدول مسیریابی قرار داشتن خب به تبع دان خواهد شد. اون روتر بلا فاصله همه مسیرهایی که دان میشن رو با متریک بی نهایت روی بقیه اینترفیساش ادورتایز میکنه و به روترهای همسایه اعلام میکنه و بلافاصله روترهای همسایه هم به روترهای همسایه و به روترهای همسایه اعلام میکنن تا توی کل شبکه این مسئله ادامه پیدا کنه و همه روترهای شبکه متوجه بشن که اون مسیر مثلا قطع و قابل استفاده نیست، که اینجا نشون داده که به عنوان مثال اگر این روتر R2 اینترفیس گیگ 01ش فیل بشه، تمام مسیرهایی که تو جدول مسیریابی اینترفیس خروجیشون گیگ 01 بود فیل میشه و اونها رو با متریک 16 که توی پروتکل دیستنس تو پروتکل ریت به معنی بی نهایت هست رو بلافاصله روی اینترفیساش ادورتایز میکنه و به همسایه اعلام میکنه که این مسیر فیل شد. من چرا این مطالب رو تکرار کردم؟ میخوام بگم که تمام این مطالبی که الان گفتیم، تقریبا تمامشون توی پروتکل EIGRP هم وجود داره. یعنی پروتکل EIGRP هم از همین متد دیستنس وکتوری داره استفاده میکنه. هر روتر با رعایت قانون اسپلیت هایزون اطلاعات مسیراشو به روترهای همسایه یاد میده. اما تفاوت‌ها چیه؟ چه تفاوت‌هایی بین پروتکل EIGRP و پروتکل ریپ وجود داره؟ اولا اینکه پروتکل ریپ هر 30 ثانیه یه بار کل جدول مسیریابیشو توی به روترهای همسایه ادورتایز میکنه یا روی اینترفیسش ادورتایز میکنه، اما این اتفاق تو پروتکل EIGRP فقط یه بار میفته. یه بار شما جدول مسیریابی تو روی اینترفیس ها ادورتایز میکنه و همسایه ها میدی، اما یه بار هم ریلایبل ادورتایز میکنه. یعنی چی؟ یعنی باید مطمئن بشه که همسایش گرفته این مسیر رو و همسایش وقتی میگیره اکنالج میده، میگه که من مثلا این مسیر رو گرفتم و دیگه میدونم و از این به بعد دیگه هر 30 ثانیه یه بار مجددا مسیرها رو ادورتایز نمیکنه و فقط پارشال آپدیت، هر تغییری رخ میده تغییرات رو فقط ارسال میکنه. یعنی یه مسیری اضافه میشه، خب مسیری که اضافه شده ارسال میکنه، مسیری قطع میشه، خب مسیری که قطع شده ارسال میکنه، نمیاد هر 30 ثانیه یه بار کل جدول مسیریابی رو ادورتایز کنه، فقط یه بار این کار انجام میده. اون یه بار البته قانون اسپلیت هایزون کاملا برش حاکمه و قانون اسپلیت هایزون رو رعایت میکنه و اون کل مسیرها رو ارسال میکنه. از این به بعد هم که پارشیال آپدیت هم میخواد بفرسته، باز قانون اسپلیت هایزون رو حتما رعایت خواهد کرد. این پس یه تفاوت. تفاوت دوم که دوستان دقت بکنید، این تفاوت ها خیلی ایده هاش از پروتکل OSPF گرفته شده، به خاطر اینکه پروتکل EIGRP یک کمی دیرتر از زمانی که پروتکل OSPF و یا RIP پیشنهاد شده بود توسعه داده شد، بنابراین اومد از ایده های پروتکل لینکستر استفاده کرد توی پروتکل EIGRP. مثلا ایده دیگه‌ای که توی پروتکل EIGRP وجود داره اینه که مثل پروتکل OSPF روترها با هم تشکیل همسایگی میدن. خب این تشکیل همسایگی چه مزیتی داره؟ اولا که پارامترهای همدیگه رو چک میکنن، مطمئن میشن تو پارامترها با همدیگه سازگاری دارن. دوما این که اگر همسایگی من دان بشه، من بلافاصله متوجه میشم و تمام مسیرهایی که از طریق اون روتر همسایه بود رو تو جدول مسیریابیم دان میکنم و اون رو به بقیه روترهای همسایه اعلام میکنم. یعنی این که نیبرشیپ رو توی پروتکل EIGRP روترها نگهداری میکنن، نیبرشیپ رو روترها توی EIGRP نگهداری میکنن و همیشه حواسشون هست که یک نیبر الایف هست و یا نیست. این کار چیونه انجام میگیره؟ دقیقا مانند اون چیزی که توی لینک استیت داشتیم، روترها به صورت پریودیک با ارسال بسته های هلو روی اینترفیس هاشون همدیگر رو شناسایی میکنن. اول همسایه ها همدیگر رو شناسایی میکنن و با تداوم روند ارسال و دریافت این هلوها از الایو بودن
هم دیگه مطمئن میشن. و چنانچه توی بازه چند برابر هلو تایم یا میگن هول تایم، اگر همسایه‌ها هلوی همدیگه رو نگیرند، اون وقت به منزله این خواهد بود که همسایگی دان شده. و بنابراین روت هایی که یا مسیرهایی که از طریق اون همسایه تو جدول مسیریابی وجود داره، مطمئنا همه اونها دان خواهد شد. توی OSPF یادتونه که روی اینترفیس های اترنت و پوینت تو پوینت هلو و هول تایم 10 ثانیه 40 ثانیه بود، اما تو پروتکل EIGRP این زمان 5 ثانیه و 15 ثانیه است به صورت دیفالت. یعنی هر 5 ثانیه هلو ارسال میشه و چنانچه 3 تا 5 ثانیه هلو دریافت نشه به معنی دان شدن همسایه خواهد. پارامترها چک میشه، این هم گفتیم یه سری پارامتر هست که توی همسایگی چک خواهد شد که جلوتر در مورد اون پارامترها هم صحبت خواهیم کرد. خب توی این جدول یه مقایسه خیلی خوبی بین پروتکل ها انجام داده که باز ما رو بهتر متمرکز میکنه روی تفاوت بین پروتکل های مسیریابی. اول اینکه در مورد متریک، ریپ متریکش تعداد روتر هاست. OSPF دیدید که جمع کاست لینک های مسیر که کاست رابطه معکوس با پهنای باند داشت. و تو ایجابی مستقیماً پهنای باند و دیلی لینک ها، پهنای باند لینک ها و دیلی لینک ها مؤثر هستند در محاسبه متریک. پس از نظر متریک پروتکل ایجابی بیشترین حسن رو داره و اینکه پریودیک فول آپدیت ارسال بکنه فقط پروتکل ریپ می شکلیه که هر 30 ثانیه یه بار کل جدول مسیریابیشو با رعایت قانون اسپرید هاشون و هر همسایه یا روی هر اینترفیس به صورت مجزا ارسال میکنه که میشه گفت حجم اطلاعات ارسالی در مجموع زیاد خواهد شد. اینکه هلو بفرسته و تشکیل همسایگی انجام بده تو پروتکل ریپ ما بحثی به صورت تشکیل همسایگی نداشتیم، اما تو پروتکل OSPF تشکیل همسایگی داشتیم. از این ایده در پروتکل EIGRP هم استفاده شد. قانون رود پویزنینگ وقتی مسیری فیل میشه بلافاصله بایستی اون رو اعلام کرد تو همه پروتکل ها وجود داره. قانون اسپلیت هاریزون این که مسیرها رو روی بهترین اینترفیس خروجی ارسال نکن توی ریپ و EIGRP وجود داره. تو OSPF وجود نداره به خاطر اینکه تو OSPF اصلا مسیر ادورتایز نمیشه. یادتونه که تو OSPF لینک استیت ادورتایز میشد که روترها توپولوژی شبکه رو یاد میگرفتن و بعد می اومدن خودشون بهترین مسیر رو با توجه به توپولوژی استخراج میکردن. برای قانون اسپلیت هاریزون تو پروتکل OSPF خیلی معنی نداره. اینکه مسیرها چجوری ادورتایز میشن یا لینک استیت چجوری ادورتایز میشه، توی ریپ ورژن 1 برودکست بود، توی ریپ ورژن 2 EIGRP و OSPF مالتیکست. یعنی از اون به بعد دیگه همه پروتکل ها اطلاعات مسیرها یا اطلاعات لینک ها رو به صورت مالتیکست رو اینترفیس هاشون ادورتایز میکنن تا نوت هایی که نباید بی جهت این آپدیت ها و یا لینک استیت ها رو دریافت نکنن. اما آدرس مالتیکست رو ریپ ورژن 2 224.209، توی EIGRP 224.210 و توی OSPF ورژن 2 224.205 و 6 که در مورد 224.206 من خیلی توی پروتکل OSPF صحبت نکردم، فقط توی OSPF گفته بودم همه روترها روی 224.205 لینک استیت رو ادورتایز میکنن. فقط اونجایی که شبکه اترنت بود و یه روتر بمونه DR و BDR ادورتایز، یه روتر به عنوان DR BDR انتخاب میشد و بقیه به عنوان درازر، اونجا روترهای درازر برای اینکه فقط آپدیت هاشون رو به DR و BDR بدن، اونها به 224.206 مالتی کست میکردن که DR BDR بهشون لیسن میکنه یا گوش میده و اون لینک استیت ها رو دریافت میکنه، و DR و BDR اون رو به 224.205 مالتی کست میکنه که همه اون رو مجددا بگیرن. در موردش خیلی توی کتاب سیسیانی صحبت نشده و به طب من هم توی بحث لینک استیت و OSPF صحبت نکردم. و نهایتا متریک بی نهایت توی پروتکل ریپ دیده بودیم 16، ولی تو پروتکل EIGRP و OSPF با توجه به اینکه
اسکل و مقیاس متریک بزرگه، اومدن متریک بی نهایت رو هم یه عدد بزرگی گرفتن که توی ERP 2 به توان 32 منهای 1 و توی OSPF 2 به توان 24 منهای 1 هست. خب تا اینجای کار من سعی داشتم که یه مقایسه‌ای توی پروتکل ERP نسبت به بقیه پروتکل‌های مسیریابی داشته باشم که از اینجای بحث به بعد می‌خوام متمرکز بشیم روی پروتکل ERP و به صورت دقیق‌تر این پروتکل رو مورد وارسی قرار بدیم.